طور که شما بهتر از بنده میدونید 1800 مین سالگرد تأسیس پادشاهی ساسانیان در ایران بزرگ هست، در ایران زمین هست. موضوعات بسیار مهجوری وجود داره از این پادشاهی که متاسفانه بسیاری از ایرانیان از جمله بنده راجع به اون اطلاعات خیلی کمی داریم. ابتدا دلم میخواد که شما برای ما کمی توضیح بدید که یه مقایسه‌ای بفرمایید، ویژگی های دوره ساسانیان رو در مقایسه با دوران قبلی، امپراتوری قبلی و پس از اون، اول از همه ویژگی های بارز این پادشاهی رو برای ما بشمارید تا بعد بشه که سوالای کوچیکتر و دقیق تری بپرسیم. متشکرم. خواهش میکنم خانم انتخابی فرد. عرض شود که 1800 سال پیش ساسانیان یک شاهنشاهی رو برپا کردند که نامش رو هم ایران شهر گذاشتند. ایده ایرانی بودن و ایرانی وجود داشت، ولی ما میبینیم بر یک منطقه به صورت منطقه سیاسی جغرافیایی ما جایی رو به نام ایران شهر میبینیم که مرزهاشون هم مشخصه. و در وهله اول من میگم خود همین مسئله خیلی مهمه، چون نام ایران و ایرانی بودن در طول این 400 ساله که این شاهنشاهی برپا بود، 400 و اندی سال، تونست چنان جا بیفته که ما هنوز در قرن 21 هم ایده ایرانیت، ایرانی بودن و ایران رو برمون ملموسه و تا حدود زیادی وامدار این سلسله هستیم. در این 400 سال به هر حال این شاهنشاهی در نبرد بوده، شرق و غرب و شمال و جنوب. این مسائلی که خب معمولا در تاریخ سیاسی آدم میتونه دنبال کنه، ولی از لحاظ فرهنگی اهمیتشون اینه که ایده این که یک ایرانی باید چه منشی داشته باشه، چه رفتاری داشته باشه، چه چیزهایی به دنیای ایرانی ربط داره، از خوراکی گرفته تا بازیها مثل شطرنج و نرد و غیره و غیره، در حقیقت بست پیدا میکنه به عنوان ایده ایرانی. و بعد لباس مثلا ایرانی، پارچه های ایرانی و اینها حتی در زمان خودشون به عنوان یک مسئله لاکچری که امروز میگن یا پرستیژیه که همسایگان هم شروع میکنن از اون کپی کردن یا از اون خواستن و انقدر مهمه که حتی پس از اتمام دوره شاهنشاهی ساسانی خلفا و این خلافت اسلامی نیز تا حدود زیادی وامداره در باره حال رفتار فرمان روا، لباس پوشیدن و غیره، بر حال انقدر مهمی که تداوم داره. خیلی جالبه، ولی تأثیرش رو هم برام بفرمایید. بعد از اینکه این دوره تموم میشه تأثیرش روی ایران امروزی ما، مردم ما بله چطور بوده، و یه مقایسه هم بفرمایید با دوره قبل از اون، قبل از اینکه دوره ساسانیان بخواد تشکیل بشه. متاسفانه ما از دوره اشکانی، شاهنشاهی اشکانی کمتر اطلاع داریم، ولی اشکانیان هم به نوبه خودشون برها وامدار سنت هخامنشی و تا حدود زیاد دنیای هلنستیک هم هستن، این دنیا که اسکندر با خودش باید میکشه و میاد و با شاهنشاهی سلوکی بر 150 سال بر فلات ایران حضور داره. یعنی یک تلفیقی از این تمدن ایرانی و تمدن هلنیستیکی یونانی و همینطور بیشتر بیشتر ایرانی میشه، رنگ ایرانیشو میگیره هرچی زمان بیشتر میگذره. ولی ساسانیان واقعا میشه گفت یک نقطه عطفیه به یک گردش به ایرانگرایی و این خیلی مهمه و این نیست که ما در تاریخ بخونیم، روی سکه ها میبینیم، روی کتیبه هاشون مسئله ایران و البته اول مذهب براشون مهمه، ولی ایران خیلی پررنگ تر میشه و آنچه که با ایران ارتباط داره. این نقطه تفاوت من فکر میکنم ما بین اشکانیان و ساسانیان. و اما ببینید در دوره ساسانی، من یک مثال میزنم، در قرن ششم تصمیم گرفته میشه که یک تاریخ ملی نوشته بشه، تاریخی سلطنتی که در حقیقت تمام ایرانی ها رو به نوعی وارد این تاریخ ملی میکنه به نام خدای‌نامه. و این خدای‌نامه هست که اول به عربی ترجمه میشه و بعد
فردوسی بزرگ اون رو به نظم در میاره بر حسب خدای‌نامه ها و همچنین شاهنامه ابو منصوری و بعد روایت های دیگه رو که وجود داشته و شنیده و خونده، این تبدیل میشه به در حقیقت یک سجل ملی ما، هویت ما که در طول تاریخ بسیار مهم بوده. من فقط دارم یک نمونه مهم رو برای شما مثال میزنم. استاد ما رو به عقب برگردونین به تاریخ دوره ساسانیان. بفرمایید که چرا پایتخت این امپراتوری بزرگ در منطقه تیسفون بوده، حالا یا چیزی که عرب امروز بهش مدائن میگن، و در دوره اشکانیان هم حالا با بضاعت بسیار کم بنده که مطالعه کوچیکی کردم، پایتخت در اون دوره همونجا بوده. در این قلمرو بزرگ، در این امپراتوری عظیم، چرا پایتخت باید در مناطقی قرار می گرفته که نزدیک به منطقه های بادیه نشینان عرب بوده؟ دلیلش چی بوده؟ بله، عرض شود که ببینید، میان رودان، میان درود، بین النهرین، هر چی که میخواین نام بگذارید، یک مرکز مهم فرهنگی و تاریخ بوده در دنیای خاورمیانه. ما نام بابل به عنوان یک شهر در حداقل 4000 ساله که ازش اطلاعات مکتوب داریم و یک مرکز مهمی بوده، شهرهایی که میان این دو رود بودن. برای این موقعی که حتی یونانی ها شکست میدن هخامنشیان رو و بعدش سلوکی ها، یعنی سلوک اول میاد یک پایتخت بنا کنه، کاری که میکنه بر حسب یک آبادی قدیمی در حقیقت یک پایتخت درست دوباره میان رودان برپا میکنه، سلوسیا که بهش میگن سلوسیا یا سلوکی، سلوک روی دجله، در کنار رود دجله. و این منطقه که حدود 305 میلادی به عنوان پایتخت سلوکی ها هست، یکی از شهرهایی میشه که بعد ساسانی ها در حقیقت پایتختشون میکنن، چیزی که عرب میگن مدائن، یعنی جمع شهرها. یهودی ها میگفتن محوزا، شهرها، یکیش همون سلوکی است. و در کنار همین، یعنی شما ادامه دارین یک تداومیه که قبلا 500 سال قبل پایتخت بوده و اشکانیان هم که میان همونجا پایتختشونه، و برای همین موقع ساسانی ها هم میان به ناچار اونجا پایتخت بوده همونجا رو نگه میدارن، البته تغییرات مهمی درش میدن، چون در دوران اشکانی رومیا چندین بار این شهر رو بهش حمله کرده بودن، به تاراج برده بودن، و برج و بارویی که ساسانی ها می سازن در قرن سوم و چهارم و اینکه این شهرهای کوچک کنار هم بوده رو همچنین بست میدن و بارو میدن، دیگه قابل تسخیر نیست. این رو ما بر حین داستانهای اومدن رومی ها، بیزانتین ها و حتی مسلمانان میبینیم. هیچگاه این شهر را تسخیر نمیشه، تیسفون به عنوان، مگر اینکه تصمیم گرفته بشه که در باز بشه و اجازه بدن که کسی وارد بشه. برای همین خب تیسفون یه مقدار مستحکمتر شده، ولی این سنت تاریخی، چیزی که ما به انگلیسی میگیم burden of history، این وزنه تاریخی که وجود داره در میان رودان همه رو میکشه که در همونجا یک پایتخت داشته باشن. من فقط باید بگم که در ایران البته اون یک پایتخت بوده، ولی ما شهرهای دیگری هم به عنوان پایتخت از دوره هخامنشی میبینیم که شاه در حال گردش هست، ولی خب سمبولیک تیسفون به عنوان پایتخت مهم ساسانی. ما در هر خب ایران بزرگ که حداقل میتونیم حتی تا اواخر قرن 18 و 19 میلادی بخش های بزرگی از افغانستان کنونی، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان همه جزو قلمرو خاک ایران بوده، براش یک تاریخ مدونی داریم که میتونیم بگیم چطور از ایران جدا شدن: نخجوان، باکو. در مورد این منطقه تیسفون حداقل من سند مکتوبی پیدا نکردم که بخوایم توضیح بدیم و بگیم که این منطقه که جزء ایران بوده، پایتخت دوره ساسانیان بوده، چطور از ایران جدا شده.
میخوام از شما بپرسم، آخرین چیزی که دیدم و خوندم در سال 753 هجری عباسیان این منطقه تیسفون یا چیزی رو که بهش مدائن میگفتن یا فرموده شما چند شهر بودن که مدینه و مدائن جمع بسته مدینه هست به کلمه عربی، اینجا رو ویران کردن. چه شما چه سند مکتوبی چه ادله‌ای دارید برای بینندگان و مخاطبین ما شرح بدید که این منطقه چطور از ایران جدا شده که امروز بخش از کشور عراق کنونی هست؟ ببینید، من فکر میکنم این مهمه که ما بدونیم. معمولا در ادبیات حالا امروز من میبینم ایرانی ها 2600 ساله که در عراق حضور داشتن. این خیلی طولانی تر از بسیاری از اقوام دیگه است که حتی اومدن اونجا. این ما باید به یاد داشته باشیم. و میان رودان جایی بوده که هخامنشی ها بودن، سلوکی ها، اشکانی ها، ساسانی ها بودند. تیسفون در چند دهه اول پابرجاست و به هر حال پایتختی مهمیه و مسلمانان هم که حالا اونجا هستن اونجا رو تسخیر کردن. کم کم موقعی که تصمیم گرفته میشه در که نزدیکی حالا تیسفون یه مقدار 40 کیلومتر فاصله هست، شهر جدید و پایتخت جدید عباسیان ساخته بشه. تا اون زمان یعنی سال 750 700 خورده و میلادی ما بغداد رو میخوایم بپا کنیم. خب قسمت هایی از بناهایی که در تیسفون بوده، مصالحی که وجود داشته و چیزها، اینا برده میشن به بغداد. ما همش باید یادمون باشه که شهرهای ما یا شهرهای گذشته به غیر از تیسفون همیشه روی هم ساخته می شد یا از مصالح قدیمی همون استفاده می شده و مقدار زیادی از سنگ و آنچه وجود داشته خب میره به شهر جدید، به بغداد. ولی بغداد هم تعداد زیادی برای شهر ایرانی ها هم هست. کلمه بغداد به هر حال خداداد یا داده خداست و درش ایرانی ها حضور داشتن از همون اولش. در حقیقت یک روایت هست که اصلا جزو شکارگاه های ساسانیان و نجبا بوده اون منطقه بغداد که تبدیل خوش آب و هوا و تبدیل میشه به پای تخت. و برای همین خب همیشه ایرانی ها حضور داشتن. درسته ما که مسلمانان تسخیر میکنن اون منطقه رو، مقدار زیادی از نجبا، زمینداران اینها یا کشته شدن در جنگ ها یا اینکه میرن از اونجا، یعنی نقل مکان میکنن. و کم کم این منطقه که خب اقوام مختلف درش بوده، یهودیان بودن، کسانی که آشوری ها، کسانی که زبان آشوری صحبت میکردن یا آرامی صحبت میکردن، و کم کم اعراب حالا میان و مقدار زیادی اونجا سکنا میگذینن، یه مقدار ایرانی ها کم رنگ تر میشه حضورشون. و در طول تاریخ به هر حال همیشه این چنین بوده تا حتی دوره صفوی. ما برامون جنوب اقلا عراق همیشه مهم بوده و این دنیای مدرنی که خطکشی های جدید اروپایی ها برای امپراتوری عثمانی که در حقیقت عراق از ما جدا میکنه. پس یعنی میتونین دقیقا بفرمایید که از چه زمانی حدودا این منطقه از ایران جدا شده و حکومت مرکزی در ایران موقع دست چه افرادی بوده، چه کسانی بله بوده؟ ببینید، از دوره در حقیقت ساسانی دیگه اون میشه گفت ارتباط نزدیک و تنگاتنگ نیست، ولی خب در دوره صفوی هم در زمانی عراق جزوی از ایران بوده. حتی در دوره قاجار ما باید یادمون باشه که بسیاری از شاهان قاجار و بزرگان ما در عراق در حقیقت دفن شدن. این ارتباط تنگاتنگ وجود داشته، حالا به دلایل مختلف، آخری شاید بیشتر مذهبی باشه حتی دوره صفوی، ولی برها قسمتی از این تمدن ایرانی هستش که چندین هزار ساله که وجود داشته. زمان خاصی هست برای اینکه بتونیم بگیم از یک مقطع خاص زمانی این منطقه از ایران جدا شده، یعنی با تشکیل کشور عراق با مرزکشی های جدیدی که البته البته که مرزکشی های جدید کاملا این تغییر رو میبینیم. البته همیشه عراق مورد نزاع
در حقیقت حتی قاجارها بوده با همسایگان غربیشون، یعنی عثمانی ها، ولی خب امپراتوری عثمانی بسیار قوی بوده و اون قسمت رو نگه داشته و در حقیقت اونجا که میگذره به خاطر این تقسیم شدن امپراتوری عثمانی توسط انگلیس ها و فرانسویان هستش که کشورهای خاورمیانه توی در سمت غرب ما رو به این چنین به وجود آورده. جناب دریایی، شاید مثلا برای مناطق دیگه افکار عمومی بیشتر حساسیت نشون میده نسبت به مالکیت قدیمی و باستانیش به ایران بزرگ، ولی در مورد این منطقه خاص من تا به حال ندیدم یا نخوندم که اظهاراتی انجام گرفته باشه، در حالی که یکی از زیباترین آثار هنری به جای مانده از دوران باستان که همون طاق کسرا یا ایوان کسرا یا ایوان مدائن، میخوام از شما راجع به اسم قدیمی و باستانیش هم بپرسم، در اونجا واقع شده. دلیل این مهجور بودن این منطقه برای بسیاری بله، ایرانیان چه هست؟ با وجودی که این آثار بزرگ تاریخی و با عظمت اونجا واقع شده. جایی که متون قدیم میگن دل ایران شهر، درسته؟ و ما این مسئله رو میبینیم حتی در زمان دوران پهلوی و صدام حسین. عراقی ها خرابش نمیکردن ولی نمیخواستن کاریش بکنن و از دولت ایران میخواستن که برای نگهداریش خرج کنی و این کار انجام میشد. با اینکه من فکر می‌کنم هنوزم یک همچین حالتهایی ممکنه باشه، با اینکه مسئله خب میتونه سیاسی بشه، ولی خب توی عراق، اوضاع عراق هم که نابسامانه، باید الان NGO ها دست بالا کنن و در حقیقت دانشگاه من میدونم پنسیلوانیا هم دست داره برای نگه داشتن ایوان مدائن یا طاق کسرا. من یک بار نماینده عراق رو تو واشنگتن دی سی دیدم، اومده بود نطقم و من گفت آقای دریم ما خیلی کمک لازم داریم برای اینکه این شهرها، این مدائن ممکنه دیگه کاملا محو بشه و نابود بشه و ما پولش رو نداریم و ما از هر جا که بتونیم که این شهرها رو نگه داریم و این چیزی که خود برای عراقی ها و بعد برای ما که ایرانی هستیم و به هر حال یک نوع مالکیت هم داریم از لحاظ فرهنگی برش مهم هستش و مشکل همینه. همین راجع به این سازه باستانی بفرمایید، دلم میخواد توضیح بدید برای بینندگان عزیزمون در رابطه با این قصر به خصوص، اسم باستانیش در دوره ساسانیان چی بوده، چی تلفظ میکردن به زبان پهلوی، و دوم بفرمایید که چه کاربردی داشته. اونطور که شما بهتر از بنده میدونید یک کاخ دیگه ای هم به اسم کاخ سفید در این منطقه بوده. دلم میخواد راجع به کاخ سفید که از بین رفته و در رابطه با این طاق کسرا یا طاق خسرو، راجع به هر دو و کاربریش بله، بفرمایید و تاثیرش روی معماری اسلامی. اول اینکه از معماری اسلامی بگم، چیزی که ما میگیم معماری اسلامی وامدار دو سنت، حالا تا مقداری رومی ولی مقدار زیادی میان رودانی و ایرانی است. ما الان گنبد میبینیم ولی گنبد ما میبینیم از دوره اشکانی ساخته میشده، یعنی جزء آرشیتکتور ایرانی بوده، یعنی تداوم وجود داره و پخش میشه. این یه مسئله مهمی که ما باید بدونیم. کاخ سفید یه کاخ متفاوتی بوده که ما اطلاعی که دربارش داریم که موقع مسلمانان میان اونو میکنن نمازخونه، خیلی جالبه، ولی نمیدونیم این قصر چه استفاده هایی داشته. ولی خود ایوان مدائن و طاق کسرا یک مرکز سرمونیال برای تشریفات بوده، بزرگترین طاقی بوده که در خاورمیانه یا در شرق وجود داشته و بعد در داخل و در زیر این تاق شاه پدیدار می شده هر چند وقت، هر فصل. ما می دونیم که در این کاخ هر فصل دوباره فرش ها تغییر پیدا می کردن. چند صندلی یا تخت کوچکتر از تخت شاهی ساسانیان بوده که نماینده این رو می رسونده که همه زیر یا لوای شاهنشاه ایران هستند. یعنی یک سری مسائل اینجوری وجود داشته که خیلی مهم بوده به عنوان یک مرکز تشریفاتی برای ایران. و با اومدن با سقوط ساسانیان در همون قرن هفتم، خب این نوع تشریفات دیگه از بین میره، اما در خاطره هم نویسندگان مسلمان، چه ایرانی چه عرب، شعرا و غیره، این اهمیت و این
عظمت طاق کسرا همیشه باقی میمونه. جناب دریا، با توجه به تخصصی که در این رشته به طور خاص دارید، خواهش میکنم برای بینندگان ما، مخاطبین ما بفرمایید چطور اگر که علاقه داشته باشند که تاریخ دوره ساسانیان رو مطالعه بکنند یا آثار این دوره رو ببینند، بهترین کتبی که میتونید معرفی بکنید، آثاری که در موزه میتونن ببینن، اینا رو لطفا براشون توضیح بدید که چطور میتونه در دسترس باشه. بله، ببینید، مهمترین کتابی که درباره تاریخ ساسانی نوشته شده کتاب آقای کریستینسن هست که 1144 فرم آخرش نوشته شده که بسیار کلی و خوب هستش. در کنار اون، محققان اروپایی به آلمانی، به تازگی به انگلیسی، آقای جکسن بانر یه کتاب فوق‌العاده خوب راجع به شاهنشاهی ساسانی نوشتن. اینها خیلی خوبن، تکمله هستن بر کتاب آقای کریستینسن و به انگلیسی موجود هستن و من فکر کتاب آقای بانر به فارسی داره ترجمه میشه و همچنین کتاب آقای کریستینسن، خب در مرحوم آقای یاسمی ترجمه کردن و همچنان در حال تجدید چاپ هست در ایران. اون کتاب بهترین جا هست که میتونن آغاز کنن و مطالعه کنن تاریخ ساسانی. و در مورد آثار تاریخی که در موزه ها وجود داره چطور؟ بله، تیسفون گفتم، همونطور که گفتم، قسمت زیادی از اونها به عنوان مساله برای ساخت بغداد استفاده شد و این آلمان ها بودند که اولین حفاری ها رو کردن و بعد ایتالیایی ها که هنوز هم مشغولند. شما در موزه برلین یا در اونجا یک در حد اکسیبیشن بود، یک نمایشگاه راجع به آثار تیسفون که متاسفانه کاتالوگی هم چاپ نشد، ولی اگر برن روی تارنمای موزه برلین و تایپ کنید تیسفون، شما میتونید عکس های گچبری ها، یه سری از آثاری که از تیسفون باقی مونده رو که بسیار هم زیبا هست در اونجا مشاهده کنید. نمایشگاه به طور دائمی نبوده، درسته؟ نبوده متاسفانه. و بعد این آثار رو در کجا اینا ذخیره کردن؟ ما یا فکر کنم یه سری از این مسائل خب معمولا از موزه های دیگه میگیرن، ولی خود موزه برلین من فکر کنم تو آرشیوش مقدار زیادی از این اشیاء رو نگه میدن. شاید دلم میخواد به عنوان آخرین سوال از شما خواهش بکنم که برای بینندگان ما راجع به این ایده ایران شهر، ملی گرایی و اون تمدن باستانی که همه ایرانیان رو فرای از قوم، مذهب و ملیت به همدیگه متصل میکنه بفرمایید. یه اشاره کوچیکی در مورد بافت جمعیتی این منطقه تیسفون فرمودین که هم یهودیان زندگی میکردن، هم آشوری ها و هم مسیحیان، که نشان دهنده تنوع مذهب و قومیت بوده در اون منطقه در ایران زمین. دلم میخواد راجع به بله، این بافت بفرمایید و راجع به اون چیزی که امروز این ایده ای هست که همه ایرانیان بهش مفتخر هستن، به ایرانی بودن خودشون فارغ از مذهب و نژاد و زبان. بله. ساسانیان در قرن سوم که به قدرت میان، به هر حال خیلی مشخصه ایده ایرانی بودن و این یک اتصالی هم داره به زرتشتی بودن، مزدیس، مزد یسنا بودن، پرستنده مزدا وجود داره و این آغاز این ایده ایران شهر هست که ما یک منطقه داریم که ایرانیان در آن حضور دارن و ما اینجا بوده ایم و غیره. اما آنچه که خیلی مهمه، یک شاهنشاهیه که درش یهودیان هستند، مسیحیان رومی و آسوری هستند، بودایی ها هستند و غیره و مانویان. چیزی که مهمه، با تمام این مسائل مذهبی کم کم داره کار میشه و همه ادغام دارن میشن، یک جوری داره جا میفته این شاهنشاهی ایرانی که فرای مذهبه و در حقیقت در قرن ششم این چرخش بزرگه که اول میشه یک شاهنشاهی که شما ایرانی هستی اگر قانون ایران و شاه رو قبول داشته باشین، داد شاه. اون دیگه اون وقت فرقی نداره شما چه مذهبی هستین، شما مرد یا زنی اون ایران شهر هستید. و از اون مهمتر چرخش فرهنگی که به وجود میاد به خاطر خسرو انوشیروان، و این رو ما در چین هم درست در همین موقع میبینیم و کسی دربارش صحبت نکرده، رومی های مقدار زودتر، که ایرانی بودن یا چینی بودن در قرن ششم نیست که شما
باید چینی باشین از لحاظ نژادی، بلکه شما حاضرید و قبول کردید اون فرهنگ چینی رو، و برای ما فرهنگ ایرانی. یعنی ایرانی کیست؟ ایرانی برای اونها کسی است که منش ایرانی داشته باشه، باید باشه شطرنج بازی کنه، تخت نرد بازی کنه، درباره تاریخ ایرانشاه خدانامش رو بشناسه. این چنین ما یه مقدار از لحاظ مذهبی به چرخش فرهنگی داریم میبینیم، و همین هم هست که ایده ایران رو نجات میده، چون ما یه کتیبه داریم از این مسیحی که بعد از فروپاشی دوره ساسانی، من همیشه اینو مثال میزنم، رفته بیزانس که راجع به دین مسیح بهتر بدونه، روی تابوتش نوشته من از ایران شهر اومدم، یعنی مسیحی و غیره همه قبول میکنن، برای اینکه اون جنبه مذهبیش کم رنگتره، اون جنبه ملیش کاملا مشخص، و فرهنگیش حتی من میتونم بگم، یعنی ایرانی بیشتر به اون مسئله فرهنگش هست که شناخته میشه. ممنونم ازتون. اگر در پایان نکته ای هست که میخوایم محبت بکنیم به این مناسبت 1800مین سالگرد تأسیس امپراتوری ساسانی بفرمایید، اگر نکته ای به نظرتون میرسه به این بله، من خیلی کوتاه بگم، ما موقعی که درباره ساسانیان صحبت میکنیم همیشه درباره فروپاشی ساسانیان و چرا اعراب مسلمان تونستن ما رو شکست بدن، این همیشه دغدغه فکری هم است، در صورتی که من فکر میکنم باید اینجوری فکر کنیم که 1800 سال پیش چگونه یک گروهی از استان فارس تونستن یک شاهنشاهی 400 اندی ساله‌ای برپا کنن که برای ما هنوز ملموسه، حتی ایده هاش و نامش، و درباره این مسائل بیشتر فکر کنیم و مطالعه کنیم. خیلی ازتون متشکرم.